سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها. حدود 20 هزار شهروند افغانستان منتظر هستند تا به آلمان منتقل شوند. ایالات متحده آمریکا تصویر فرد انتحاری در میدان هوایی کابل را منتشر کرد و همچنان در پایان پیام‌های جدید از جبهه مقاومت ملی پنجشیر. با نام خدا و با تقدیم سلام با مجموعه خبری چنل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها. حدود 20 هزار شهروند افغانستان منتظر هستند تا به آلمان منتقل شوند. 8 صبح کابل. حدود 20 هزار شهروند افغانستان در انتظار سفر به آلمان هستند. وزارت داخلی آلمان بر رسانه های این کشور گفته است که این رقم در حال تغییر است. با گزارش رسانه های آلمانی، این افراد شامل همکاران محلی، نهادهای آلمانی، هنرمندان، روزنامه نگاران، دانشگاهیان و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر همراه با خانواده هایشان هستند. خبرگزاری دیویچه وله به نقل از وزارت داخلی آلمان گزارش داده است که تا 27 دسامبر 5437 نفر از همکاران و وزارت کمک های عمرانی، مترجمان ارتش و نیروهای محلی افغان توانستند از افغانستان خارج شوند و به آلمان منتقل شوند. فعالان مدنی و حقوق بشری، هنرمندان، روزنامه نگاران و دانشگاهیان افغانستان از سوی دولت آلمان جز افراد در معرض خطر ویژه دست بند شدند. با گزارش دیویچه وله تا پایان دسامبر 446 نفر از این گروه به آلمان آمدند که تعداد کل آنها با اعتصاب بستگان و همراهانشان 1462 نفر می شود. بیشتر آنالینا بربوک وزیر خارجه آلمان از حزب سبز ها گفته بود که برلین خروج گروه های خاص آسیب پذیر از کابل را تسهیل می کند. اما حزب چپ ها انتقاد می کند که برای حفاظت این افراد از خطرات تلاش کافی صورت نگرفته است. با گزارش دیویچه وله، کوکای اکبولد نماینده چپ ها با اشاره به اعدامه یا ناپدید شدن صد نیروی نظامی و امنیتی افغانستان در 4 ولایت در هفته های گذشته خطاب بر بربوک گفته است: وزیر خارجه جدید موظف است سریعا و بدون اگر و مگر به افراد در معرض خطر کمک کند. طبق این گزارش، تفاهم نامه ائتلاف احزاب سوسیالیست دموکرات، سبزها و دموکرات های آزاد آمده است که روند انتقال کارکنان محلی و افغانها در معرض خطر به آلمان باید با کمترین کاغذبازی و بیشترین سهولت صورت گیرد. این سند میگوید: ما با متحدان خود پاش نخواهیم کرد. ما میخواهیم به ویژه از کسانی که به عنوان شرکای خارجی در کنار جمهوری فدرال آلمان استاده و برای دموکراسی و توسعه اجتماعی مبارزه کردن محافظت کنیم. وزارت خارجه آلمان تا کنون 670 نفر را با دو پرواز چارتر از کابل تخلیه کرده و گفته است که به دلیل مشکل آفرینی های طالبان امکان پروازهای مستقیم بیشتر فعلا وجود ندارد. 430 نفر دیگر توانسته با پروازهای ساماندهی شده توسط قطر از افغانستان خارج شوند. شماری هم با پرواز یک سازمان غیر دولتی کابل را ترک کردند. همچنان این در حالی است که دفتر سیاسی احمد مسعود در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: قرارگاه شابه پنجشیر. اینجا کوههای سر به فلک پنجشیر است، جایی که بارها و بارها دندان متجاوزین را شکستانده است. هیچ اشغالگری در طول تاریخ نتوانست است بر این دژ بلند و شیر پرور حاکمیت کند. گذر دشمن به این وادی خولناک برابر با گذشتن از 7 خانه رستم است. مقاومت تا آزادی ادامه دارد. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک دفتر سیاسی احمد مسعود تاجکستان. همچنان این در حالی است که ایالات متحده آمریکا تصویر فرد انتحاری در میدان هوایی کابل را منتشر کرد. 8 صبح کابل. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که نهادهای امنیتی این کشور تصویر بمبگذار انتحاری را که جریان روند تخلیه در میدان هوایی کابل خود را منفجر کرد نشر کرده است.
و گزارش نیویورک پست با نقل از نیویورک تایمز تصویر این فرد به نام عبدالرحمن الوگری روز شنبه 11 جدی منتشر شده است. این بمب‌گذار انتحاری 4 ماه قبل در مقابل میدان هوایی کابل خودش را منفجر کرد که در نتیجه 200 غیر نظامی و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. با گزارش نیوزیک تایمز، الوگری دانشجوی انجینیری بود که پس از بازداشتش توسط طالبان آزاد شد. گفتنی است که الوگری نخستین حمله انتحاری را پس از روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی انجام داد که دست کم 200 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در این حمله انتحاری کشته و زخمی شدند. همچنان این در حالی است که گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چنین نگاشته است: داوود زید 64 ساله زنی توان رهبری نداشت. تا زمانی که سپردن کشور به شبکه حقانی و پاکستان همه چیز گل و گلزار بود، حالا غیب گویی پشت غنی را شروع کرده است. این از سیاست مدار مورچه خورد که با گردن نرم و تکرار کلمه جلالت ما زبان چسبناک خود را همیشه دم جریان اسکاس های دلار دراز می کرد و فقط دلار را می بلید. طوری گب می زند که یک حادثه جزئی پیش آمده و او را منتظر است تا طالبان دعوت کنند که دوباره برود کابل. در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت: غنی میکرو منجمت می کرد و بعد امورات جزئی می پرداخت و بیشتر وقتش صرف امضا قرار داد. تقرری و مصاحبه می شد: با شما خوب بود که مشغول مکیدن شیره خزانه بودید. اشرف غنی برایشان خدای زمینی بود، خصوصاً برای اکثر کسانی که اکنون شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان را اختراع کردند. پس چرا انتخابات را به مسخره ترین نمایش تاریخ افغانستان تبدیل کردید؟ گزارشنامه افغانستان رزاق مامون. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما باخبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ.